ویدیوهای جالب سیاسی، فرهنگی، تاریخی و ورزشی را از نوری پلاس دنبال کنید. لطف نموده چینل ما را سابسکرایب نمایید و از تازه های خبری آگاه شوید. فارسی بی بی سی در صفحه رسمی خود می نویسد لیدی گاگا از یک تجربه تلخ و تجاوز جنسی منجر به حاملگی خود در 19 سالگی سخن گفت. این هنرمند آمریکایی که نام واقعیش استفنی جرمینتا است و یک برنامه تلویزیونی که پرنس هیری و اپرا وینفری برای تلویزیون اپل می سازند گفت. زمانی که 19 سال داشت یک تهیه کننده موسیقی با تهدید و اصرار با او تجاوز کرد. لیدی گاگا گفت آن مرد او را که حامله شده بود در گوشه ای رها کرد. ستاره امریکای موسیقی پاپ گفت پس از آن واقعه که باعث بیماری روحیش شد دیگر هیچ وقت نخواست با او مرد روبرو شود. او گفت من 19 ساله و در حال کار بودم و تهیه کننده به من گفت لباس هایت را در آور. من گفتم نه و صحنه را ترک کردم. اما او بس نکرد و تهدید کرد که اگر این کار را نکنم تمام آهنگهایم را از بین میبرد. او در ادامه گفت او به اصرار و تهدید ادامه داد و من خشکم زد و دیگر به یادم نمی آورم. لیدی گاگا گفت من این حرکت میتو یا من هم را درک میکنم. میفهمم که بعضی ها را راحت میتواند قضیه را پیگیری کنند اما من نمیتوانم. من حتی نمیخواهم دیگر با او فرد روبرو شوم. لیدی گاگا که اکنون 35 ساله است نخستین بار در سال 2014 گفت گذشته با او تجاوز جنسی شده است. او تا کنون درباره جزئیات آن تجربه و پیامدهایش این گونه اجیان سخن نگفته بود. پخش برنامه به نام منی که تو نمیتوانی ببینی از روز جمعه 21 می در تلویزیون اپل شروع شد. این برنامه که به مسائل مشکلات روحی و روانی میپردازد مشترکاً توسط پرنس هیری پسر کوچک ولیعهد بریتانیا و اپرا وینفری منجری سرشناس امریکایی تولید شده است.